باری اخلاق آخوندی رو عرض کنم، حب و بغض. ما یا اهل حبیم یا اهل بغضیم. حالا حب ما هم گونهش فرق میکنه. چون ما طرفداران نطفه مقدس بودیم، یعنی یک خاندانی اگر که 50 سال حکومت میکرد، نطفه اینا میشد مقدس، اسپرم اینا مقدس میشد با اسپرم بقیه مردم فرق میکرد. هرچه از اون تبار بود و از اون اسپرم بود مقدس میشد دیگه بابا جان. یک کسی میامد به نام مثلا اردشیر، خیلی خوب اردشیر، اردشیر هم آدم مثل بقیه آدم ها، اما به معنی که پادشاه میشد و اون فر شاهنشاهی و عرض میشود که اون بزرگی نمیدونم تشکیلات دربار و اون حشمت و شکوه اینها، بعد فرزند این و فرزند این، رفته رفته ما به اینها معتقد میشدیم که صاحب یه چیز آسمانی هستن. ما مردم خرافی بودیم از قدیم دوستان، فکر نکنید که عرب، ما عرب که خرافی نبودن، که عرب خرافی نه، چند تا خرافی کوچولو داشتن بیچارا به خاطر حیات چیزشون، حیات بیابانیشون. مثلا صداها می شنیدن در بیابان، چون شنها روی هم می نشینه، یه صدایی ده با چی بود؟ جن، جن اختراع کردن که در قرآن شریف هم وارد شده است، بخشی راجبه اجنه جن. خرافتی ما بودیم چون تمدن دراز مدتی داشتیم و دراز مدتی دین در ایران حاکم بود و هرچی دین از دورانش بیشتر بگذرد و آخوندهای دین بیشتر قدرت ببرن، بیشتر تولید خرافات میکنن. ما ایرانی ها خرافات بودیم نه اعراب. مرد بود، مرد شمشیر بود، مرد صحرا بود، مرد دنیا بود، مرد عشق و شور و نمیدونم کباب و شراب و شکار بود. خرافاتی نداشت عرب بیچاره، یه چند تا. اینا آخوندهای شیعه به گونه دیگر بود داستان، و ما معتقد بودیم به عرب شود که همین نطفه مقدس. خیلی خوب، حالا معتقد شدیم به نطفه مقدس اردشیر. حالا این نطفه مقدس اردشیر رسیده است به خانواده یکی پس از دیگری، رسیده است به خسرو پرویز. هزار جور مفسدم داره. یک آدم بزرگی مثل بهرام چوبین که از این خاندان نیست، از خاندان بزرگی اما هست، آمده است و مدائن رو گرفته و این آقا رو فراری داده به روم. پشتیبانی نکردن ایرانی. نطفه مقدس نیست و این تصور نطفه، الگوی نطفه مقدس رو انداختن ایرانی ها به کی؟ به اولاد علی. بله. نطفهش مقدس این آقا، حالا بیا درستش کن. و بعد خرافات و تعصب و بعد جزمندیشی. شما با یه آخوند شیعه بیاد صحبت کن، شما رو عرض می شود که سوگن می دهم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر. با یه آخوند مثلا صحبت، یا با که خود ما که حالا مدرسه ای هم رفتیم و عرض می شود که دنیا رو هم یک دوری زدیم و اینها، ته ذهن ما همونه، همون جزمندیشه هست، فرقی نمی کنه. یا بگو آقای آخوندشیه، بفرمایید ببینیم که این اسلام که شما می فرمایید رو چه کسانی برپای کردن. می گوید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وحی جبرئیل بود و قرآن کریم بود و دعوت کردشون و گفتن اقرا بسم ربک الذی خلق و فلان از این بحرها. خب دیگه کیا بودن مگر ابوبکر نبود؟ اولین مسلمان، اولین مرد مسلمان این ابوبکر بوده و صاحب خلقیات نیک بوده، و اون عمر که بزرگترین خلفا بوده. اینها شما آقای آخوند شیعه بفرمایید ببینیم در تمام زندگی عمر ابن خطاب و در تمام رفتار و کردار اسلامیش کوچکترین فضیلتی سراغ داری؟ یه حرفا رو نزن، لا والله خدا لعنتش کند این ملعون را، اهل جهنم است این ملعون خائن. میگه خب حالا از شما من نمیپرسم در رفتار و کردار و گفتار این اولاد علی، از خودش بگیر تا اون 11 هم و اون 12 هم تا
ته چاه و اینا، شما کوچکترین نقیصه‌ای، کوچکترین اشکالی میبینید خدا لعنت کند تو را این حرف را میزنید. اینا علم لدنی داشتن. آقا علم لدنی یعنی چه؟ برای من بفرمایید ببینیم لدنی چی بود. آقا کپلر و نیوتن بیشتر در فضا خبر داشتن یا امام جعفر صادق؟ خدا لعنتت کند اینا، تو یا بابی هستی یا آقا در ابوبکر صدیق شما کوچکترین فضیلت سراغ دارید؟ لا والله. اگه چهار تا فحش نده و چهار تا تکفیر نکنه خیلیه. عمر، عایشه، تمام بزرگان اسلام که اینا دوستان یاران پیغمبر بودن، اسلام به اونا متکی بود، به مشاورت اونها، به پشتبانی و نخه. این نگرش، نگرش آخوندیست. حالا بیا بگو آقا این امام جعفر صادق شما فهمه عالم بود، علمش چی بوده؟ بفرماید ببینیم که علمش چه چیزی بوده غیر از فرض فرماید قرآن و شرعیات. یه جا هم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید که این که من از شما پول میگیرم، فکر نکنید که من پول ندارم، نه، این پول من از شما میگیرم شما پاک بشید. در این کل این کوفه و مدینه و اینها از من پولدارتر کسی نیست، ولی من به شما مرحمت میکنم، پول میگیرم از شما که شما پاک بشید. هرچی بیشتر پول بدی بیشتر پاک میشید. یکی از فرمایشات خیلی مهمشون اینه. بفرمایید میگه ببینیم که آقا این علم ایشون چه بوده. میفرمایید علم داشته چه؟ میگه یا تو باهایی هستی یا کافری یا با اسرائیلیا کار میکنی، یه چیزی هست. یعنی داستان کینورزی و در واقع نفی و انکار اون چه ما دوست نمی داریم و عشق ورزیدن بیهوده به ارزش هایی که واقعا صاحب ارزشی ممکنه نباشن، این ساختار فکری ما رو درست کرد. آقا این طور هم نیست بابا جان، به این وجه هم نیست. آقا محمد خان، آقا جان، خب تبلیغات علیه آقا محمد خان خیلی بوده، رزالت هم داشته، آدم بسیار قهار خونریزی بوده، بسیار لعیم بوده، اما خیلی کار بزرگ هم کرده این آقا محمد خان. یک پارچه کرده، نمیدونم ارتش قوی داشته، روسا جرأت نمیکردن بیاد، خیلی کارا کرده. یعنی نه بد مطلق هست نه خوب مطلق در این دنیا چنین چیزی وجود ندارد، جز آخوند که دنیا رو کاملا سیاه و سفید میبیند. آدمی که یک جو عقلی داشته باشد از این رنگ سیاه و سفید یک بینابینی هم هست البته.